میرزا ابراهیم خان عکاس باشی، عکاس معروف دربار مظفرالدین شاه قاجار، 5 سال پس از اختراع سینما در سال 1279 شمسی برابر با آوریل سال 1900 میلادی در پاریس پشت دوربین فیلمبرداری قرار گرفت و نام خود را به عنوان اولین فیلمبردار تاریخ سینمای ایران ثبت کرد. این تصاویر نخستین فیلم‌های مستند تاریخ سینمای ایران محسوب می‌شوند. خان بابا معتضدی، متولد 1271، نخستین فیلمبردار حرفه‌ای سینمای ایران است. او 94 سال زندگی پرفراز و نشیب را می‌گذراند و از بسیاری از رویدادهای تاریخی و مکانهای دیدنی ایران فیلم می‌گیرد. وی در نقاط مختلف شهر تهران چند سالن سینما می‌سازد و به این کار رونق می‌دهد. معتضدی فیلم‌هایش را شخصاً در لابراتوار کوچک زیرزمین منزلش ظاهر و چاپ می کند. آخرین کار معتضدی فیلمبرداری اولین فیلم داستانی سینمای ایران است با نام آبی و رابی. نکرده بودم فیلم به فیلمبرداری برای بلای رفقا و شاعری و رفتن در بیرون گردشگاه اونا مرتبا فیلم بر می داشتم. تا اینکه یه روز آقای وزیر جنگ امیر طهماسبی به من تلفن فرمودند که فلانی تو اینجا کار داریم، شما باید تمام وسائل فیلم برداریتون، شنیدم شما فیلم برداری میکنید و بعد از اون که در منزل ایشون فیلم رو برداشتید با اتومبیل از اونجا شما رو ببرن در میدان سپه. ابراهیم مرادی یکی دیگر از پیشگامان فیلمسازی در ایران است. او علاوه بر فیلم برداری کلیه امور فنی فیلمهایش را انجام میداد. مرادی در سال 1311 انتقام برادر را می‌سازد که نیمه تمام می‌ماند. وی در سال 1313 بوالهوس را روی پرده سینما می‌برد که این فیلم هم موفقیتی کسب نمی‌کند. دکتر اسماعیل کوشان بنیانگذار دوران جدید فیلمسازی در ایران است. او در امور فنی سینما، لابراتوار، دوبله و مخصوصاً فیلمبرداری مهارت داشت. کوشان کار فیلمبرداری را با یک دوربین کوکی بلند هاول 100 فیتی آغاز می‌کرد. پنج به این فکر افتادیم و یک شرکتی درست کردیم به اسم شرکت میترا فیلم و بعد از مدتی که البته خیلی طولانی بود چون در ایران به هیچ وجه متخصص فن وجود نداشت، نه فیلمبردار، نه متخصص لابراتوار، نه صدای، هیچ چیز نبود و ما با زحمت زیادی ایده رو تربیت کردیم، یعنی که پیدا کردیم و در سال 1947 اولین فیلم فارسی رو که اسمش طوفان زندگی بود اولین فیلم رو شروع کردیم. پارس فیلم نام جدید استودیویی بود که پس از شکست میترا فیلم توسط کوشان تأسیس می شود و فیلم های تجاری موفقی در این استودیو ساخته می شود. فیلم شرمسار که توسط کوشان تهیه و به وسیله نوری حبیب فیلم برداری شده بود با استقبال مردم روبرو می شود. به زودی فیلمسازی رونق و رواج چشمگیری پیدا می کند و در مدتی کوتاه استودیوهای کوچک و بزرگ اکثراً توسط افراد بی تجربه تأسیس می شود. بیشتر این فیلم ها 16 میلیمتری ریورسال بودند. سلام دوستان من، خوش آمدید. نوری حبیب از اولین فیلمبرداران سینمای ایران محسوب می شود. او مصری الاصل بود و تجربیات زیادی در سینمای مصر کسب کرده بود. نوری حبیب به سینمای ایران شکل حرفه‌ای داد. آقا جو، این پول مال شما اینجا افتاده بود. مرسی. خب زیبا، حالا دیگه باید عشق و عاشقی را از سرت بیرون کنی و شروع به کار بکنی. بیا اون رو پوش و بپوش تا من الان برمیگردم. آقا جو، این هایم مال شمایی. Thank you.
مهندس محسن بدیع در سال 1287 در شهر بصره متولد شد. او در سال 1306 به فرانسه رفت و دیپلم مهندسی مکانیک و برق را در پاریس گرفت. پس از آن به لندن رفت و با مدرک لیسانس به ایران بازگشت. وی در خیابان فردوسی روبروی بانک ملی ایران رادیوسازی بدیع را تأسیس کرد. بدیع پس از آن استودیوی به نام عقاب را راه اندازی می کند و چون به امور مربوط به صدا، فیلمبرداری و همچنین لابراتوار آشنا بود، با امکاناتی ناچیز شکار خانگی را در سال 1330 تهیه می کند. در سال 1331 فیلم ویلیارد با کیفیتی قابل ملاحظه توسط مهندس بدیع تهیه و فیلمبرداری می شود. این فیلم با استقبال مردم و منتقدین روبرو می شود. پس از آن آخرین شب در سال 1334 با کیفیتی استثنایی روی پرده می رود. از جون من چی می خوای؟ اون همه آبروریزی کم نبود؟ گذشته گذشت. 5 سال زندان همه چیز رو تلافی کرد. بچه‌م کجاست؟ چی؟ کدوم بچه؟ خودت به کوچه چپ نزن. فریدم رو می کم. برو. برو بیاتفه. حاضر نیستم مزخرفات تو رو بشنوم. کجا؟ هنوز حرفام تموم نشده. من پول احتیاج دارم. به من چه؟ به تو چه؟ آخه تو شوهر پولداری داری و کاربارت خوبه. منم به پول احتیاج دارم. میدونی اگه پول ندی اون وقت چیکار میکنی؟ چیکار میکنم؟ همه چیز رو به شوهرت میگم. فهمیدی؟ 500 تومن پول احتیاج دارم. باید تا فردا شب برام بیاری. بوریس ماتوییف، واهاک وارتانیان، جورج لیچنسکی از فیلمبرداران خوش‌قریحه سینمای ایران بودند که در اوایل دهه 30 با تلاش و کوشش زیاد باعث پرباری سینمای ایران شدند. دکتر توی صدای من خیر طوری نشده. الان از خواب بیدار شدم. اینا رو نگاه کن. ببین یکی از این انگشترها و الماس کافی بود که نامزدت رو از دستت نگیرن. حالا هم دیر نشده. فقط سعی کن این چیزای حسابی رو برداری. نمیخوام فردا مردم بگن سلیم همه آشغالای مغازه رو برد. عنایت الله فمین فارغ التحصیل رشته عکاسی و فیلمبرداری از مسکو بود. میثاقی او را چشم من و دکتر اسماعیل کوشان فمین را قلب استودیو پارس فیلم لقب داده بود. خوب یادم هست آذر ماه بود رفتیم تخت جمشید، استودیوی پارس فیلم اونجا بود. تخت جمشید غربی و احیانا آقای دکتر کوشان هم اونجا بود. آقای محتشم بنده رو معرفی کردن. عنایت الله فمین فیلمبردار تحصیل کرده و میخوام که فیلم نادرشاه رو ایشون فیلمبرداری کنن. دکتر کوشان با من آشنا شد و یه خورده صحبت کردیم و بعد داخل استودیو شدیم، دیدیم دکورای تازه‌ای زدن و این خیلی مهمه و یک آقای اون گوشه نشسته داره میلرزه. گفت آقای فمین تا آقای محتشم بخوان اسلحه‌های قدیمی رو از کاخ گلستان بگیرن چیکار کنن، اینا تعمیر بشه چی بشه، این فیلم برداری ما مالاریا گرفته. آقای ماتوییف پس و من از شما خواهش دارم با اجازه ایشون این دکورایی که ایشون زدن این رو فیلم برداری کنین. فیلمیست به نام فیلم مادر. محتشم گفت بسیار کار خوبه، ایشون تا این کار رو انجام بدن من اون کارا رو انجام دادم. خلاصه من رفتم پیش آقای ماتوییف گفتم که خیلی متاسفم که شما مالیاره گرفتین و اگر شما اجازه میدین من فیلم برداری کنم. نه که نه،
گفت خیلی خوشبختم، خیلی خواهش دارم که شما این کارو بکنین، من مریضم باید برم بخوابم. خلاصه این اجازه داد، ما این فیلم رو برداشتیم. بعد فیلم قفلت و افسونگر و آ محمد خان گاجر و و و و و چرا مثل جغدا تو تاریکی نشستی؟ نمیتونین چراغ رو روشن کنی؟ بی حرکت. گفتم بی حرکت. کوچکترین حرکتی بکنی نابودت میکنم. بعضی وقتا امیر خانی میگن، بعضی وقتا هم امیر قاسم خانی میگن. فامیل من؟ یه جوری بخواستم اسم اصلی دقیقتون رو بدونم. اسم اصلی من مهدی امیر قاسم خانیه، منتها دیگه چیز بود که آنوساره میگفت که اومده ایران. آقای تهامی. تهامی میگفت خانی بابا این اسم تیره کاریش بگو، من بگم خانه. گفتم نه بگو خانی. خانی در سال 1306 در تهران متولد شد. او از جوانی به کارهای فنی علاقمند بود و در مدرسه صنعتی نام نویسی کرد. وی فیلم برداری را نزد خود می آموزد و پس از تجربیات پراکنده در سال 1332 به دعوت ساموئل خاچیکیان به دیانا فیلم می رود، اما این همکاری طولی نمی کشد. خانی به استودیو عصر طلایی می رود و رسماً به عنوان فیلم بردار با فیلم های زیادی همکاری می کند. 17 روز به اعدام، اولین فیلم دکتر هوشنگ کاووسی توسط خانی مقابل دوربین می رود. این کلید منزل مقتوله، این هم چاقو که در جیبت پیدا شده. درازی تیغش با سوراخی که در گلوی مقتوله دیده شده جور در میاد. به طوری که مطلعین احضار کردن، از وقتی که مقتوله با تو قطع رابطه کرد مرتبا تهدیدش میکردی. کلید رام چند بار تو خواستم. مگه نمیشه جای انگشت یکی دیگه باشه؟ نخیر. آقای رئیس، از این چاقوها این روزا کنار خیابون زیاد میفروشن. بدون مقصود بندم یه دونه خریدم، گذاشتم توی جیبم. ساکت. الان حقیقت را گلو شما بیرون میکشم. بیا. احمد شیرازی یکی از بهترین فیلمبرداران تاریخ سینمای ایران است. او علاوه بر فیلمبرداری، مونتاژ و دکوپاژ فیلم‌ها را به عهده می‌گرفت. جاده مرگ محصول سال 1342 بهترین کار احمد شیرازی است. او در این فیلم با امکانات ابتدایی موفق می‌شود درخشان‌ترین صحنه‌ها را خلق کند. Thank you.
یه نفرم همراشه میبینی؟ مثل اینکه فریباست. میدونستم بالاخره خیانت میکنه. گفتم بذار کلک اونو برادرش بکنم نذاشت. تندتر بار حرف زیادی نزن. قدرت الله احسانی از آغاز کار استودیو پارس فیلم به عنوان دستیار فیلمبردار فعالیت داشت. احسانی با فیلمبردارانی چون نوری حبیب، بوریس ماتویف و عنایت الله فمین همکاری کرده است. وی بسیاری از فیلم‌های ساموئل خاچیکیان را فیلمبرداری کرد. من اسم واقعیم نصرت الله کنی نژاد فرد. منتها توی فیلم ها به نام نصرت الله کنی فقط نوشته میشه. نصرت الله کنی معروف به همه فن حریف سینمای ایران بود. در تهران متولد شد و پس از تحصیلات متوسطه به بازیگری روی کرد. او پس از بازی در چند تئاتر با ایفای نقش کوچکی در فیلم 17 روز به اعدام به استودیو عصر طلایی راه پیدا کرد و در آنجا به عنوان بازیگر، مدیر تولید و مسئول چاپ مشغول به کار شد. او از سال 1334 به طور جدی فیلم برداری را شروع می کند و با کارگردانهای مهم آن دوران چون خاچیکیان، علی حاتمی، جلال مقدم، ناصر تقوایی و مسئول کیمیایی همکاری می کند. سلیمان میناسیان متولد 1310 از سال 1337 با فیلمبرداری فیلم‌های کوتاه، مستند و تبلیغاتی آغاز به کار می‌کند. او در سال 1344 فیلم خشت و آینه را به صورت سینما اسکوپ و سیاه و سفید برای ابراهیم گلستان فیلمبرداری می‌کند. Thank you.
مازیار پرتو متولد 1311 پس از اتمام دوره هنرستان صنعتی در کلاس‌های عکاسی و فیلمبرداری هیئت اعزامی دانشگاه سیراکیوز شرکت می‌کند و برای کارگردان‌های معروف آن زمان آثاری فراموش نشدنی را فیلمبرداری می‌کند. پرتو با فیلمبرداری به شیوه دوربین روی دست قابلیت‌های چشمگیری از خود نشان می‌دهد و با این روش با توجه به فضای داستان حس و حالی پر التهاب را به بیننده القا می‌کند. نعمت حقیقی در سال 1318 در تهران متولد می شود و از دوره دبیرستان با جدیت به عکاسی می پردازد. او از همان ابتدا از سینمای بازاری و سهلنگار پرهیز داشت. حقیقی همیشه در انتخاب کارهایش وسواس و دقت نشان می داد. حقیقی با فیلمبرداری فیلم‌های چشمه و شازده احتجاب به سینمای ایران جان تازه‌ای می‌بخشد. دلم می‌خواد یکی پیدا بشه بگه ما کی هستیم؟ چرا هستیم؟ چرا پدر و مادرم این دختر رو برام نامزد کردن؟ چرا گاهی آدم نمی‌تونه دل ببنده؟ چرا اونجوری که دلش می‌خواد نیست؟ آدم هر آن ممکنه بیفته بمیره. مثلا تو اون چاقو رو کنارت رو سکو گذاشتی، ممکنه یه وقت پات به سنگی بخوره بیفتی و چاقو بره تو قلبت. دلم میخواد زنده باشم و ببینم 30-40 سال دیگه آدم چطور زندگی میکنه، کی رو این سکو میشینه، چی میبینه، چی فکر میکنه. گاهی از خودم میپرسم این سکو و این کلبه و این جالیز همینطور میمونه. هوشنگ بهارلو در سال 1315 در تهران متولد شد. او همزمان با تحصیلات ابتدایی و متوسطه با اشتیاق به عکاسی می‌پردازد. پس از اتمام دوره دبیرستان به ایتالیا می‌رود و در مرکز تجربیات سینمایی روم به تحصیل مشغول می‌شود. پس از بازگشت به ایران به فیلمبرداری فیلم‌های کوتاه و مستند می‌پردازد. احساس بیهودگی از کار اداری باعث می‌شود که اداره را ترک نموده وارد عرصه آزاد سینمای حرفه‌ای شود. بهارلو روحیه‌ای خاص داشت، گزیده و کم کار می‌کرد. به موجب این حکم ماده 77 قانون استخدام کشوری بازنشسته می‌شوی. یعنی چی؟ یعنی بازنشسته شدی. یعنی چی؟ یعنی برو تا آخر عمر بگرد دیگه.
رسیدی. السلام علیکم. سلام علیکم. زاده داوود. یک سینمایی بود در جنوب شهر به نام سینما تمدن. حدود 4-5 تا فیلم در این سینما من دیدم که اسمش هم میتونم براتون بگم. فیلم حاکم یک روزه بود، اشتباه بود و شبهای تهران که رو من خیلی تأثیر گذاشت. برای علاقه من بودم به این به صلاح سینما. گذشت تا زمانی که در سن 12-13 سالگی یکی از دوستای ما که این کارش توی استودیو، توی لابراتوار کار میکرد، این استودیو ایران فیلم اون زمان بود، خانه سینمای فعلی بود. ما در سن 13 سالگی وارد این استودیو شدیم و شروع کردیم تو قسمت لابراتوار کار کردن. جمشید الوندی از اواخر دهه 40 به عنوان فیلمبرداری پرکار شناخته می شود. او با فیلمبرداری روی دست و جسارت‌های فنی و عملی توجه کارگردان‌ها را به خود جلب می کند. فیلمای شاخصی که من کار کردم اگه همش بخوام بگم خیلی بوده، 80-90 تاست. دو تا فیلم مطرح من دارم که خیلی خوب بود که هنوزم راجبش در سینما ایران بحث میشه. فیلم تنگنا بود و با آقای امیر نادری کار کردم و فیلم صبح روز چهارم کامران شیردل بود که باشم کار کردم که این مهرداد فخیمی متولد 1318 فارغ التحصیل عکاسی و فیلمبرداری از آلمان است. او پس از اتمام تحصیل در آلمان مشغول به کار می شود. بعدها به اصرار مسئولین تلویزیون ایران که آن زمان تازه آغاز به کار کرده بود به ایران می آید و فیلم های زیادی را برای تلویزیون فیلمبرداری می کند. بعد از تلویزیون رفتم به کانون. مرحوم شیروانلو منو دعوت به کار کرد. بخش سینمایی درست کرده بودند و ما رفتیم اونجا به یه 3 سالی هم اونجا بودم. روز 12-13 تا فیلمم اونجا کار کردم. اولین کارم هم با عباس کیارستمی بود که نان و کوچه بود اسم فیلم. با شهید سالس یه خدا بیامرز یک کار تک فریم انجام دادیم. فوق‌العاده با مزه شده بود و خیلی فیلم خوبی بود. غریبه و مه اولین فیلم بلند سینمایی مهرداد فخیمی است که تا امروز قدم بزرگی در عرصه فیلمبرداری در ایران محسوب می شود. خیلی چیز من یاد گرفتم تو اون فیلم که چگونه اون چه که آدم فکر میکنه، اون چیزی که فکر میکنه، اصلا این جمله که در سینما هیچ چیزی غیر ممکن نیست رو من اونجا به عینه دیدم، یعنی تجربه کردم. اینیست که چیز کمی نیستیم. تجربیات من تو اون فیلم خیلی بالاست. تا آخرین لحظه کاری من اونا رو مصرف کردم و مدیون اون کار هستم. کی باور میکنه که روزی خیابونا سنگ فرش بود؟ من بهش گفتم قاضی این خاطره‌ایه و برای من سخت اون جوون مرگ رو فراموش کنم. زنت میشم اما از روی عشق نیست. من به اون وفادارم قاضی.
اون زندگیشو با من خراب کرد. به من گفت عالم تو منو دوست نداری، چرا بی خود با هم زندگی کنیم؟ اینجوری شد و بعدم هیچ وقت ازدواج نکرد، تا وقتی که افتاد و من 3 سال تموم بالای سرش بودم. قیامت کرده اتابک، کار را تمام کرده. من نیز همزبان با مولای خود فغان می کنم، چه کرده ای استا؟ کاری ساده، قدری از جان مایه گذاشتم. بفرما آقای رئیس، بفرما سوار بشو، من خودم می برم ات. متشکرم. بفرما دلیل مرده چطور حال می زنید؟ درست ببرید پاک دلیل مرده مواظب باش بچه تو. میگم لطفا وایسا، چمدونام آقا جان، چمدونام جا مونده آقا جان، چمدونام اونجا جا مونده، لطفا وایسا، چرا حرف گوش نمی کنید؟ وایسا بابا جان، چمدونام اونجا جا مونده. شما چه میدش کنید؟ آقا جان، آقا جان، من خیلی چیزا رو از سینما یاد گرفتم. یعنی میخوام بهتون بگم که من خوبی رو از سینما یاد گرفتم، بدی رو از سینما یاد گرفتم، زشتی رو از سینما یاد گرفتم، زیبایی رو از سینما یاد گرفتم. من کلام از سینما یاد گرفتم. علیرضا زریندست از فیلمبرداران حرفه‌ای سینمای ایران است. او با کارگردان‌های صاحب نام بسیاری کار کرده و کارنامه درخشانی دارد. فیلم‌های شاخصی که شاید از جهت فیلم برداری خب کار قابل اعتنایی شده باشه روش، مثل تلسم یا بایسیکل ران با اون وسیله‌ای که طراحی شده و از نظر حرکات دوربین و بعضی از پلان‌هایی که توی اون فیلم اجرا شده واقعا حرکات تازه‌ای هستن و به نوعی ادغام چندین نوع شات به یک پلان بود. قابل اعتمادی نیستی. هستم. نیستی. نیستی. هستم. بگذاریم نیستی. ما داره کارمون گنده میشه. آبادانی هم که فکر میکنم یک سیاه‌سفیدی بود که ما به هر حال بدهکاری داشتیم اصلا به اون سیاه‌سفید فیلم دوز دوچرخه، ولی به هر حال حاصلش فکر میکنم کار بدی نبود و یکی از فیلم هایی که من خودم خیلی دوست دارم. فیلم جدار من داشتم کار میکردم، به بارج وقتی تلفن زد گفتم که گوه آره میخوام با آقای بیزهی بیان 2 پرده از فیلم رو ببینیم. گفتم والا فیلم مال من نیست، تهیه کننده فیلم من نیستم، ولی به عنوان دوست میتونیم بیان این 2 پرده که از بابسور در میاد برای ترونش که من دارم نگاه میکنم که تحصیل کنم ببینید. دقیقا یادم انگار دیروز بود که آقای بیزهی با بارج کریم مسیح اومدن استودیو فیلمساز و 2 پرده از فیلم و دقیقا همون سکانس معروف هم بود که میزد لامپو میشکست و اصولا 50-60% فیلم اصلا تو اون زیرزمین اتفاق میافتاد. نورای بسیار کنتراست و آبی و فضای شیرین و خوبی هم داشت. اومد و به هر صورت احتمالا دیگه باید خود بیزهی بگه، احتمالا جسارت ها رو در اون نوع نورپردازی و اون کار و اون فضا دید. و من یادمه که 2 پرده فیلم وقتی تموم شد اومدیم بیرون،
واروج گفت قبول شدی. گفتم چرا قبول شدم؟ گفت تو فیلم بیضه قبول شدی. اصغر رفیعی جم در سال 1329 در تهران متولد شد. او از نوجوانی به عکاسی و سینما علاقمند بود. رفیعی جم به کمک و راهنمایی یکی از دوستانش به مهرگان فیلم می رود، با فیلم برداران با تجربه کار می کند و از آنان بسیار می آموزد. کل کار، در کل مجموعه، در کل حتی نوع بیانش، دیالوگش، ارتباطش با دیگران، با عکاس، با طراح صحنه، با هنرپیشه، اینا تأثیر به سزایی برای من داشت و طبیعتاً من یک راه دیگه رو انتخاب کردم تا فرصت بهتری باز برای من پیش اومد که فکر کردم حالا برم توی یک فضای دیگه ای که اصلا کاملاً کنتراست داشته باشه با فیلم شاید وقتی گردم. محمود کلاری متولد تهران است. وی عکاسی را به صورت تجربی آغاز کرده و از دهه 50 به شکل حرفه‌ای برای مطبوعات ایران و جهان عکس گرفته است. این سابقه و بکارگیری این هنر و فن مایه اصلی کار کلاری برای سینما می شود. محمود کلاری یکی از فیلمبرداران موفق سالهای اخیر است. حاضرم با هر دوتون کورس بذارم. کورس؟ کورس دیشی آقا مدیر. الان که شاید حالا مثلا بعد از 20 و چند سال به پشت سرم نگاه میکنم، ببینم چقدر فیلم سختی بود در مجموعه کارهایی که من کردم. طبیعتاً و مشخصاً باید اشاره بکنم به اینکه حضور تورج منصوری یک حضور بسیار بسیار سازنده و اساسی و غیر قابل انکار بود که بدون شک، بدون حضور ایشون شاید اساساً این کار غیر ممکن بود. بنابراین فیلم سر میتونم به مجموعه این دلایل بگم که نمونه شاخصی میشه در روند حضور من در سینما. عنصری که علل قاعده بهش بسیار معتقد بودم و یا میشه گفت به درک قابل لمسی ازش رسیده بودم، جریان فضا بود، جریان خلق فضا، جریان به وجود آوردن اتمسفری که من فکر می‌کنم از مهمترین شاید عناصر تشکیل دهنده یک اثر سینمایی است که بخش قابل توجهیش به فیلم بردار برمی‌گرده. بله، طراح صحنه، عرض کنم لباس، حتی نوع میزانسن و غیره، همه در این مقوله نقش دارن. اما تصورم این بود که اونچه که بر عهده فیلم بردار گذاشته میشه اینه که در مجموعه ساختار یک اثر سینمایی بتونه بیننده رو به یک موقعیتی هدایت بکنه، در یک شرایطی قرار بده که اتمسفر منطبق با
مضمون و با مفهوم در حقیقت اون اثر سینمایی در ذهن و حس او جاری بشه. داریوش عیاری، تورج منصوری و حسن قلی‌زاده از فیلمبرداران نسل جدید هستند که تقریباً همزمان فرصت یافتند در آغاز سینمای نوین ایران تصاویری ارائه دهند که نشان از تجربه و آگاهی آنان داشت. جعفریان فارغ التحصیل رشته فیلمبرداری از مدرسه عالی تلویزیون و سینما و رشته کارگردانی از دانشکده هنرهای دراماتیک است. وی مدت‌ها در تلویزیون کار می‌کرد و بعدها به سینما راه پیدا می‌کند. استادای فیلمبرداری در مدرسه عالی تلویزیون و سینما آقای هوشنگ بارلو بود که میتونم بگم بسیار تحت تاثیرش بودم. بعدها که شروع کردم به کار کردن، به نوعی هنوزم هستم. فکر میکنم کسی که با خودش هویت داد به فیلم برداری و یاد داد به برحال شاگرداش که مقبول فیلم برداری صرف ثبت تصویر نیست، میتونه خارج از این توی کار نقش داشته باشه از همه نظر. مایه چی داری آقا مهندس؟ همین؟ این هرم نداشته باشی مهندسی. با مقوله دراما میتونم بگم آشنام، به حال اهل مطالعه بودم و هستم. خود خوندن رمان، قصه و تخیل کردن راجع به اون برای تو زندگی فضایی میسازه که اونا میتونه وقتی که یه سناریو رو خوندی به خیلی کمک کنه که اون فضا رو بسازی. بیا کتر با کن دیگه روان هستم برو دیگه. بلاک نمیزنم وقتی میگم کمکت میکنم. داری در میری کل خرد. چاقه که دست این خودشو نمیبره. یا زهرا عزیزم رو به خودت بپرس. هفت ماه از دوره
عمومیمون گذشته بود، یه دوربین بولیو دادن به ما 100 فیت فیلم، گفتن هر چی میخوای بریم بگیری. اولین فیلم برداری بود که با دوربین فیلم برداری من انجام میدادم. رفتم تو این کوچه های درکه و اوین، راه رفتم نشستم بلند شدم تا اینکه استاد اونم یادش بخیر آقای باحالو بود، وقتی که انداختن رو پرده توی کلاس، حرکت رو دست من خیلی نرم بود. آقای باحالو پرسیدن که سبا چجوری اینو حرکت کردی؟ واقعیش این که گفتم نمیدونم. بچه ها خندیدن، یه خورده خندیدن و باحالو گفت خنده نداره، خوب آدم کم کم یا بعدها فکر کردم ذره ذره آدم خودشو کشف میکنه، استعدادشو، درونشو، خودشو کلا. و وقتی که بعد از خنده گفت یه دوربین آوردن دادن به من، گفت بگی دستت را برو. من دوربینو که گرفتم دستم خیلی غریزی و ناخودآگاه زانوامو خم کردم، بدنمو، کمرمو خم کردم، روی پنجه پا ریز را رفتم. اولین کاری که به نظرم میاد که خیلی خوشحال بودم از اینکه این کار رو کار کردم، نارانه بود. من وقتی که سناریوی اینو رسول نجفیان آورد داد به من، هم رفتش من سناریو رو خوندم، فهمیدم که این فیلمیه که میشه توش خیلی کار انجام داد. محمد آلاتپوش متولد 1336 در تهران است و فارغ التحصیل رشته فیلمبرداری از دانشگاه هنر. آلاتپوش فیلمبرداری است با سلیقه که ابزار و ادوات کارش را می‌شناسد و در استفاده از آنها مهارت دارد.
بزن محمد داوودی از فارغ التحصیلان دانشکده صدا و سیماست. داوودی به عنوان فیلمبردار در فضاسازی فیلم‌هایش نقش اساسی دارد.
محمد آلاتپوش متولد 1336 در تهران است و فارغ التحصیل رشته فیلمبرداری از دانشگاه هنر. آلاتپوش فیلمبرداری است با سلیقه که ابزار و ادوات کارش را می‌شناسد و در استفاده از آنها مهارت دارد. محمد داوودی از فارغ التحصیلان دانشکده صدا و سیما است. داوودی به عنوان فیلمبردار در فضاسازی فیلم‌هایش نقش اساسی دارد. فیلمبرداران ایرانی به دلیل قابلیت و تلاش‌های شخصی در شکل‌گیری و بقای سینمای ایران نقش عمده‌ای داشتند. پویایی نهفته در ذات این حرفه آنها را به بلند پروازی کشاند. آنها توانستند با امکانات کم و صبر و بردباری برای جان بخشیدن به تصاویر قدم‌های بزرگ بردارند. در حال حاضر چشماندازهایی که توسط فیلمبرداران جوان ارائه می‌شود برای فیلمسازان بسیار دلگرم کننده است.